همه چیز از اعلام اسامی فیلم های اکران نوروزی شروع شد. از همون ابتدا نام دو فیلم بیشتر از بقیه فیلم ها به چشم می اومد. اخراج یاسه و جدایی نادر از سیمین. چیزی از اعلام اکران همزمان این دو فیلم نگذشته بود که جریان به وجود اومد برای ساختن یک دو قطبی. دو قطبی جدایی نادر از سیمین و اخراج یاسه. اما این تازه شروع ماجرا بود. جایزتون رو میدین، فوشتون رو میدن، این خیلی بده، این خیلی توهین‌آمیزه. از دقیقه اولی که من از ایشون دعوت کردم که فیلم ما رو بخونه بیاد با هم کار کنیم، من دقیقه اول گفتم به شما فوش خواهند داد، به منم فوش خواهند داد. چه بد وقتی که برم پول بدن یه سالون رو مثلا پیزاشو بخرم که بعد آمار فروش بره بالا. کنه فیلم انتخاب کردید؟ متاسفانه اخراج یاسه. کدوم فیلم میخواد ببینید؟ جدایی نادر از سیمین. بسش کن بابا، اینا رو ولشون کنید، زیاد مهم نیست. چرا جلوی بعضی از مخاطب رو شما داریم میگیریم به عنوان پوز روشن فکری؟ این پوزا مدت هاست تعطیل شده از ماجراش. آقا اینطور حق من و بچه های من، چرا باید دختر دیگه اینجا رو نمیبخشم؟ منطق 57 زیر تیغ سانسور از بین رفته. اما شخصت بعد هفته کریم باقری، فرهاد مجیدی، وحید طالبلو، محمود خردبین، غلامرضا رضایی، محمد نوری و مجتبی جباری، هنر سیاسی و سینمای اینو حتی به چهفیزت شده کارگردون. یعنی من فردا میدونم اگه من تو خیابون ببینن نوع دیگری به من نگاه میکنن، برای اینکه خدمت شما بودن. یه دوپینگ دارن میکنن که اخراجی ها فروش نکنه، و اون طرف یه دوپینگ دارن میکنن که اون یکی فروش کنه. بعد از شکل دادن دو قطبی، کار بعدی این جریان دعوت کردن از مردم بود برای تماشای فیلم جدایی نادر از سیمین به جای اخراج یاسه. کاری که خودشون نام اون رو تحریم اخراجی ها گذاشته بودند. اخراجی هم شد برای ما فیلم، خدا وکیل. تو خودت بگو اخراجی ها فیلمه؟ بسیاری از منتقدان سینمایی معتقدند که فیلم اخراجی های سه به لحاظ سینمایی ارزشمند نیست، برای همین میگن فروش بسیار بالای این فیلم نشانه خوبی برای سینمای ایران نمیتونه باشه. شما چی فکر میکنید؟ فیلمو شاید 10-15 بار با مردم دیدم، خوش بودن، میخندیدن، بعضی وقتا حتی دستم میزدن. البته خودم اصلا خندم نگرفت، خوشحالم نشدم، بیشتر معذب شدم، چون یه جوری احساس میکردم با مردم فاصله دارم. فروش این دوتا فیلم نه تنها به هم ربطی نداره، بلکه خود دوتا فیلم به هم ربطی ندارن. مبنای مقایسه ی فیلم اخراج یاسه فیلم هایی مثل چارچنگولی، افراطی ها و مادر زن سلام هستن و مبنای مقایسه ی فیلم جدایی نادر از سیمین رقیبی که بهش باخت در برلین مثلا فیلمی از بلاتاره. جدایی نادر از سیمین، یک زوج جوان رو به دوربین در یک دادگاه. سیمین از شرایط ایران به تنگ اومده و میخواد که دخترش رو در خارج از ایران و در محیطی بهتر و مساعدتر بزرگ کنه. آقای فرهادی یک سری از معضلات جامعه، یک سری از ناهنجاری‌های جامعه ایران رو به تصویر کشید بدون اینکه بخواد قضاوت کنه و در این حال سنت و مدرنیته رو در برابر هم قرار داد و با مهربانی اشاره کرد که این وضع نمیتونه ادامه داشته باشه. اما برای اینکه نظر مردم رو راجع به این اتفاقات بدونیم، یک عصر پنجشنبه سری زدیم به پردیس سینمایی ملت. فیلم اخراج یاسه رو میخواد ببینید؟ یه عده این فیلم رو تحریم کردن، شنیدید شما؟ من نشنیدم، نه نه والا نه نشنیدم نه من نشنیدم نه اصلا نه نشنیدم بچه من نمیدونم، من هیچ اطلاعی از این ندارم. بله من هم فعلا ندیدم، از قسمت‌های قبلیش هم خیلی خوشم اومد، دوستان ببینم بعد نظرمو بگم. اگه تو تحریم نکردی ما اومدیم ببینیم دیگه، تحریم برای چی؟ واسه چی تحریمش کنیم؟
تعریف کردن نره فیلم. خب بخاطر اینکه فیلم فیلمه، چه فرقی داره تحریم یا غیر تحریمش؟ چرا تحریم کنم؟ همه چیز اگه نهایی سیاسی کرد، سینما جای سیاست نیست دیگه. من میخواستم تحریم کنم، اومدیم برای اومدیم برای فیلم دیگه ای، دیگه اومدیم سینما اومدیم دیگه مجبور شدیم. من این چیزا رو بازیچه میدونم، بازیچه میدونم. کنو چون انتخاب کردید؟ متاسفانه اخراج رئیس. متاسفانه چرا؟ من چون تحریم کرده بودم ولی همسرم. جدای نادر از سیمه. ما نه تحریم نکنیم، ما تجدید دادیم اینو نگاه کنیم فعلا. اگر یه دی بهم میگن فیلم جدای نادر از سیمه تحریم کنید، شما تحریم میکنید اون فیلم رو؟ نه تحلیل نمیبینم. به نظر نداری راجع به تحریمش، تحریمش درست میدونید غلط میدونید؟ درسته، چون آقای دهنوکی من شنم اصلا آقای خوبی نیست. نظرت راجع تحریمش چیه؟ تحریمش چیه؟ تحریم اخراجی ها کی تحریمش کردن؟ آره کی تحریمش کردن؟ یه ده تحریمش کردن. کیا؟ یعنی تحریم کردن یه ده این فیلمو؟ آره موجی سبزی ها. اش کن بابا اینا رو ولشون کنید، زیاد مهم نیست. سخت نگیر. مردن مردن آقا بده بعد از شنیدن نظر مردم به سراغ تعدادی از صاحب نظران عرصه سینما و رسانه رفتیم تا نظر اونها رو هم راجع به این اتفاقات جویا بشیم. تحریم یه اثر سینما این چی؟ تحریم یه عمل سیاسی، عمل فرهنگی نیست. اصلا یعنی چی این مسئله؟ مگر در صاحبان اندیشه یا هنر مگه اینطوری برخورد میکنن؟ میتونیم بگی اخراج فیلم بدی، من از نظرم فیلم خوبی نیست، اما اینکه اونو علم کنین در مقابل این و تحریم کنین برای اینکه این فیلم مثلا حکومتیه، اون یکی فیلم اپوزیسیونه. فیلم چه فیلم اپوزیسیونه که جایزه اولو بهش دادن؟ چرا تو تاریخ مثلا تاریخ قرون وسطا شنیدیم یه چیزایی رو تحریم کنن، بردارن، آتیش بزنن، ولی در تاریخ جامعه اسلامی در موضوع هنر و اندیشه همیشه با تفکر و استدلال برخورد شده. برای اینکه سابقه تحریم یه اثر سینمایی رو در سینمای جهان بررسی بکنیم، سری زدیم به چند تا از سایت هایی که مرتبط با اطلاعات سینمای جهان بودند که در این بررسیمون فقط به یک مورد تحریم یک اثر سینمایی برخورد کردیم، اون هم در مورد فیلم مونیخ بود. You are Arabs. There are lots of places for Arabs. You're a Jew sympathizer. All you Germans, you're too soft on Israel. Well, you give us money, but you feel guilty about Hitler. And the Jews exploit that guilt. My father didn't gas any Jews. وقتی یه سری زدیم به صفحه ویکی‌پدیای فیلم مونیخ، به یه پاراگرافی برخورد کردیم که در اون پاراگراف نوشته شده که یه مؤسسه به نام ZOA یا Zionist Organization of America، مؤسسه صهیونیستی آمریکا، که خودش رو قدیمی ترین و بزرگترین مؤسسه صهیونیستی در آمریکا میدونست، دعوت کرده بود در تاریخ 27 دسامبر 2005 که این فیلم رو بایکوت بکنن یا تحریم بکنن. دلیل این کار رو هم اینطور عنوان کردش که تونی کوشنر نویسنده این فیلم یک فرد اسرائیل هیتر یا ضد اسرائیلی هست. و بعدم از نظر تفکر هم جلو نیستن، حتی اکثر حرفی که تو مهمترین فیلمشون زدن اینه که از ایران بریم، چیزی غیر از این نگفتن. انقلاب اسلامی یه شوک به جریان روشنفکری بود. در این زمینه اینها روی آوردن به ترویج این بحثا که مثلا هنر باید غیر سیاسی باشه. مثلا چه معنا داره هنر مثلا به سیاست بپردازه؟ هنر برای هنر. وگرنه اگه بحث هنر کنیم خیلی از آثارشون قطر از اون چیزهایی که فکر میکنن مبتذله عقب‌تره. این که چنین مسابقه‌ای رو در صحنه هنر بخوان ایجاد بکنن مال آدمای بی سواده، کم سواد، بد سواده و فکر کنم از اندیشه بدورن. این همه داره خودشو به در و دیوار میزنه، نشون میده اینا یه اقلیت مطلقی هستن و اونایی هم که این مسابقه رو میپذیرن باز بدتر، یعنی برن تو مسابقه اسب سواری شرکت کنن، تو فوتبال، نمیدونم، تو این مسابقه هایی که هست دیگه،
کسایی که میرن اخراجی ها رو میبینن بسیارشون کسانی هستند که به احمدنژاد هم رای ندادن و از فیلم هم راضی هستند. این ها از این میترسن. از فیلم اخراجی اسم اومدید بیرون؟ بله. حرف دیرتون رو زد نظر؟ به نظر من فیلم خوبی برداشته بود. بار دوم بود دیدمش. آره خیلی خوشم اومد. میگه برام بی تفاوت بود. چیز جالبی هم چی نبود. شما تحریم نکردید چرا؟ برای که واقعیت ها رو میگفت. به نظرم خیلی آره خیلی هم جالبه. ناراحت نشدید؟ نه. بهتون بر نخورد؟ نه هیچ. حرفای دل شما بود یا نه؟ حرفای دل همه بود. به نظر من باید اینو بس تو فیلم خودمون نگم کجا باید بگن. من فیلم های شما را دوست ندارم. دلم واقعا میشه نمیخوام انتقاد مثل این دوستان تخریبی بکنم. دلم میخواست انصافا منم نه حد به مردم اما حداقل یکم میتونستم بخندم. آقای دنمکی شما نسخه قاچاق در فیلم اخراجی رو دیدی و در ادامه علت این که اخراجی سه به نظرتون نسبت به اخراجی دو کمتر فروخته چیه؟ آیا بحث تحریم یا مسئله دیگه ای رو؟ من خودم به عنوان کسی که در کنار بچه هایی که دارن تو سینما کار میکنن و با همشون هم ارتباط دارم علل خصوص بیشتر با بچه های همون طیف روشنفکر، من دعوام با اونا همینه. میگم چرا پشت یه نفر یا دو نفر قایم میشه؟ بیا تحریمش کنیم، قاچاقش کنیم، چک بشکنیمش، نذاریم کارگردانی زنی کنیم، فلان زنی بازی ها بیخودن اون یکی میگی فقط به خاطر اینکه چرا فلانی اومده. شما چرا جذب نمی‌کنید تماشاگر رو؟ چرا فیلم شما نباید مخاطب داشته باشه؟ روزنامه لس آنجلس تایمز آمریکا اعتراف کرد اخراجی و محاسبات آمریکا در خصوص نسل جدید رو به هم ریخت. خب البته مخالفین چیزای دیگه‌ای میگفتن. تقریبا میشه گفت عرصه مورد علاقه حاکمیت از اوغلا خالی شده، لذا به تنها شکلی که میشود در مقابل این اجماع قرار گرفت و اونا رو وادار به سکوت کرد آوردن عوام به میدونه. به یارو گفتن که آقای بیا خدا یه چیزی بخواه که مثلا بهت بده و فلان نا به همه مثلا یکی برو برو همسایت ماشین داره فلان داره. یه خورو فکر کرد گفت خدا یا من چیزی نمیخوام ولی اون ماشین رو بری همسایه رو آتیش بزن، این جیگر من داره خون بره. الان زندگی ما در سینما شده، اون داره میفروشه اونو بکشش، من با تو خوب خودت کار کن. مگه آقای اصغر فرهادی فیلمش سانسور شده؟ مگه تصدیگری دولت روش نیست؟ فروش فیلم اصغر فرهادی با توجه به ظرفیت‌های فیلم که کاملا تماشاگر یه مقدار علاقه‌مند به فکر کردن در طول تماشا و بعد از تماشای فیلم رو جلب می‌کنه، فروش خوبیه و طبیعی است که اخراجی‌های سه فروشش خیلی بیشتر باشه. به دلیل اینکه اگر بنا بود که مثلا ما در جامعه‌ای در شرایط فرهنگی باشیم که فیلم اصغر فرهادی فروشش از اخراجی‌های سه بیشتر بود، خب قاعدتا در طول سال چیزی بیش از 8 تا 10 تا فیلم در سطح فیلم فرهادی داشتیم، ولی خب ما فعلا در این شرایط تکنیکی زیبایی شناختی ارتقاء مضمونی و در واقع سطح اندیشه در سینمای ایران نیستیم. پس چرا فکر میکنید که بسیاری از طرفداران جنبش سبز این رو به عنوان یک نماد گرفتن و راجبش صحبت کردن؟ در دوره گنج قارون یا در زمانی که فیلم سنگام به نمایش در اومد برای 4-5 ماه هم، خب ما با این حضور گسترده توده های منتسب به اقشار متوسط و زیر متوسط مواجه بودیم. آیا این میتونه یک سلیقه فرهنگی رو پایه‌ریزی بکنه؟ من اگه اخراج سه رو به خصوص سوسیان به خاطر اینه که من فکر کنم درک سازندگانش در این لحظه از درک خیلی از روشنفکران ما یا غیر روشنفکران ما یا بچه مستر حالا هر اسمی که میخوان روشون بزنن بچه مستر در مورد یک ایران واحد با طیف های مختلف واقع بینانه تر و مترقی تره. به نظر من خیلی خوب پرداخته شده به مسئله انتخابات که حالا یک سال و اندی پیش درگیرش بودیم. کاری که می‌خواستیم بکنیم اینه، شما برید بالا شهر، شما برید پایین شهر، شما برید قم، برید مشهد، برید اصفهان، برید چه تیپ آدمایی میرن تو سینما؟ کنار هم می‌خندن، کنار هم گریه می‌کنن. خرس ندارم، اینا میرن اون تو احساس میکنن با یه حرف جدید مواجه هستن، احساس میکنن همه مرزبندی های غلطه، احساس میکنن اینا نمیخوان ماها کنار هم دیگه قرار بگیریم. جامعه گرایش اصلی فرهنگیش مبتذله، معمولا فیلم های بد میپوشن و فیلم های خوب یا کمتر میپوشن یا اصلا نمیپوشن.
شاید یه دلیل نفرت اینو از اخراجی‌ها اینه. کسانی که به اصطلاح رأی‌های مختلفی هم تو انتخابات داشتن وقتی فیلمو می‌بینن راضی میان بیرون. اینها از این ناراحتن چون اساس خودشون بر نفرت بنا کردن. وقتی تحریم اثر چندانی بر فروش اخراجی ها نگذاشت، این جریان دست به کار دیگه ای زد که اون کار دزدیدن این فیلم بود از روی پرده سینما و انتشار نسخه قاچاق اون در اینترنت و کنار خیابان. سبز توی که سبز میخواهمت. سبز؟ من با اجازتون اون فیلمنامه ای رو که جلد سبز رنگ داره انتخاب میکنم. فعلاً که همه چی قرار سبز باشه. نه، به خاطر اینکه برنامه بهتریه، منسجمتره، شفافتره، واقع بینانه تره. از اون مهمتر یه مهندس توانمند پشتشه. میکنم الان دیگه وقت رأی دادن. به کی؟ به کی؟ به کسانی که لااقل تو زندگیشون یک شب به خاطر این فرهنگ مملکت دیرتر خوابیده باشن، یک روز یک ساعت زودتر بیدار شده باشن. امیر حسین موسوی رای میدم. با آقای موسوی رای میدم. بهترین انتخاب در حال حاضر امیر حسین موسوی. آقای موسوی، خودمون بیاد به امیر حسین موسوی رای. من به آقای امیر حسین موسوی رای میدم. به آقای مهندس موسوی رای میدم. به مهندس موسوی رای میدم. آقای امیر حسین موسوی. حتما به مهندس موسوی رای. مهندس موسوی. میخوام یه خبر خیلی عجیبی بهتون بدم. نمیدونم، فکر میکنم هیچ کس از مسئولین خبر نداره. فکر میکنم توی خیابون پر از سیدی قاچاق فیلمای ما هست. اگه تونستیم بهشون خبر بدیم. با ادامه این روند سینمای ما نابود میشه. نامردی خیلی. خیلی نامردی. آنی سینمایی که من با اندیشه‌های من بسیار سازگاره. همونی هست که بود همین دوستان. باید همونطور که نسبت به توزیع غیرقانونی فیلم نقاب، مارمولک و بقیه فیلم‌ها، خود مرتضی سلیمان که من به هیچ وجه حاضر نیستم این فیلمو ببینم. ولی این فیلم که نسخه غیرقانونیش پخش شده باید بیانیه رسمی بدم که آقا ما با این کار مخالفیم، این کیان سینما هست. نمی‌چی در این شکی من ندارم. بله. نخریم دیگه. سیدی قاچاق نخریم. اینا چون توی عمل کم آوردن به دوپینگ رو آوردن دیگه، از روش های منطقی و معمول دیدن به نتیجه نمیرسند، گفتن خب قاعده بازی رو به هم میزن. این نسخه قاچاقش در اومده؟ بله شنیدم. نه من دوست دارم اصل فیلم رو ببینم، قاچاق دوست نداره. اتفاقا عمدن اومدم، من با اینکه بچه ممکنه نظاره اذیت کنه به همین خاطر من اصلا اومدم ضد اون عمل کنم. بنده خدا اینم زحمت میکشه، حداقل اینطوری بشه یه خورده از زحمتشون رو به آخر جواب زحمتشون رو بدن. و اینکه فکر میکنم مثلا شرعاً هم تهیه کننده و کارگردان اون فیلم رضایت داشته باشن به اینا. همین که شاید بتونن اخراجیات 4 رو باز بسازن. مثلا این نزاع در سطح تفکر و هنر تو جامعه نیست. این نزاع یه نزاع چاله میدونیه. هر کی تقلب بیشتر کنه، هر کی زودتر چاقو بکشه، یه دوئل این چنینیه. تقریبا خیلی مفتزهانه است. شنیدید نسخه قاچاق این فیلم در اومده؟ نه. نشنیدید؟ اینترنت پر شده نشنیدید؟ نه. حالا فرض چرا من شنیدم؟ گفتن اصلا کیفیت نه. نه میام سینما. اولا این قاچاقشو خریدن یه بی فرهنگیه. خرج کردن دیگه، باید پولشون یه جوری درآره. زحمتی که واسه این فیلم کشیده شده، خرجی که واسش کردن، اگه ما کپیشو بخریم بی ثمره. یعنی فیلم شنید نسخه قاچاقش اومده؟ بله. چرا خب نشید تو خونه مجانی ببینیدش؟ اومدید سالن سینما؟ میخوام پول بره تو جیب بچه مسلمان. حله؟ اینکه من محکوم میکنم این کپی گرفتن رو بحث دیگه است، ولی مردم تو این بازی نیستن.
این فیلم نسخه قاچاقش اومده توی خیابون، نسخه تو اینترنت پخش شده. چرا با حالا شرایط سخت تو خونه نشستید مجانی ببینید اینو؟ والا ما اصلا تو اینترنت نگاه نکردیم، بعد الانم تا اومدیم با مادر خیلی تنها بودم، با مادر اومدیم مجبور شدیم. بعد تحریم این فیلم شنیدید؟ بله شنیدم. چرا تحریم نکردید؟ خب ما که به حرف اونا گوش نمیدیم. بیشتر از همه به کی ضرر میزنه؟ بیشتر از همه که به خودشون ضرر میزنه، یعنی دستشون رو میکنه. چه حالا اون کسانی که طلایه‌دار و علمدار این کارا هستن، چه اونایی که سکوت میکنن در مقابل این رفتارهای غیر منطقی غیر اخلاقی دوپینگی. بله البته یه عده ضرر میبینن تو این قصه. 100% هم اینه که چیزی بشه رو نداشته باشه بهتره. همه ضرر میکنن، نه تنها همه ضرر میکنن. خواهش میکنم. چقدر مثلا نظام جمهوری اسلامی باید خرج میکرد که نشون بده دشمنانش چه تیپایی هستن، چه آدمای بی منطقی هستن، چه آدمای بی اخلاقی هستن، چه آدمای ریاکاری هستن؟ چون اینا داره دیگه به یه تواتری میرسه که دیگه استثناء نیست، دیگه اینا داره تبدیل میشه به قاعده در جریان روشنفکری ایران. بعد از بررسی اتفاقاتی که برای اخراجی ها افتاد، سؤالی ذهنمون رو به خودش مشغول کرد. اینکه آیا این جریان تنها در این مورد چنین رفتاری از خودش بروز داد، یا پیش از این هم سابقه چنین رفتارهایی وجود داشته؟ در بررسی هامون برای پاسخگویی به این سؤال، به نکات قابل توجهی برخورد کردیم. عمل کم آوردن، به دوپینگ رو آوردن دیگه. از روش‌های منطقی و معمول دیدن به نتیجه نمی‌رسن، گفتن خب قاعده بازی رو به هم می‌زنن که این مسئول به سابقه از این هم داره برگ‌های سیاه‌تری تو این پرونده رو میشه دیگه. برخورده که اینا مثلا با آقای افتخاری کرد. شخصیت بعد هفته علیرضا افتخاری، خواننده دربار که آنچنان آقا ماچ و بوسه‌ای با احمدی نژاد کرد و از اون روز با تشکیل گروه فشار ترور شخصیت استاد رو دستور کار خودشون قرار دادن و عرصه رو برای افتخاری و خانوادش تنگ کرده بودن، تا اینکه دیروز این فشارها به حمله به دختر استاد افتخاری و ضرب و شتم وی کشید. شخصیت بعد هفته علیرضا افتخاری، خواننده افتخاری دولتی. هنرمند باید مستقل باشه آقا جون، یعنی چی میگه خودت میچسبونی به یه دیگه؟ دور وایسا کارتو بکن. دور وایسا کارتو بکن. شخصیت بعد هفته بازم علیرضا افتخاریه. شخصیت زشت این هفته با همه این که نمیخواستیم دیگه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان اسمش تو این برنامه بیاریم، خواننده دربار جناب آقای برادر علیرضا افتخاری است. چرا که کارش به 23 کشید و تبلیغات گوبلزی زرقامی بدین سان به کار افتاد که با ایران افتخاری شدم، از ایران نمی‌روم. این واکنش استاد آواز ایران بود به شایعه خروجش از کشور. شخصیت زشت هفته علیرضا افتخاری به علت آنچه در فرهنگ ایران زمین من سامان اربابی ازش بدم میاد. دو ماه پیش من با رئیس جمهورمون در یک مکانی ادای احترام کردم، ادب به جا آوردم که حداقل عیب خودم رو بپوشم، اما متاسفانه فشارهایی که به بچه‌هام اومد بر خودم که اما بچه من که دخترم به نام استاد الهام افتخاری هست در دانشگاه امروز آزار دیده به حکم اینکه ایشون دختر منه، اذیتش کردم. اما اینطور حق من و بچه من، چرا باید دختر دیگه اینجا نمی بخشم؟ تا
اون زخمی خودم و سنگسار شخصیتی کردن به خارج داخل بخشیدم و میبخشم، اما اینجا دو بچه های من که ورسی آرگا موهاشون کرده بشه تو دانشگاه اینا نمیبخشم. بچه اونو چه کردن؟ چرا؟ چون یه نمادیه که توهمات اینها رو نقض میکنه دیگه. اینها خواستن بگن که نه، هنر اصلا ملک تلق ماست. مثال های نقضش وقتی رو میشه اینا بهش حمله میکنن، یا برخود با بعضی از خوانندگانی که حاضر نشده بودن گردن بگذارن به پمپاژ نفرتی که از وی او ای و بی بی سی داره تو این جامعه جاری میشه. تو چه میدانی اگر گنبت غرق خون خیش رقص مرد را، تو چه میدانی سقوط پاوه را آتمی را باکری را کاوه را. برخوردی که مثلا با خانم پروانه معصومه کردن، برخوردی که با بسیاری از اهل فرهنگ ما کردن، صرفا به این خاطر که اینها همسوی با توهمات و نفرت‌های اونها عمل نکردن. با سلام خدمت جناب عالی و کسب اجازه، مطالبی راجع به حضور زن در سینمای جمهوری اسلامی عرضتون میخوام برسونم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همچنین حضار محترم. من خیلی سخته که در این لحظه بخوام در واقع متکلم باشم در حضور بزرگواران چون شما و دیگر عزیزان، یاد داشتم آماده نکردم، ولی به یاری خدا از دل چند کلامی رو تقدیم حضورتون میکنم. یعنی من فردا میدونم اگه من تو خیابون ببینن نوع دیگری به من نگاه میکنن، برای اینکه خدمت شما بودم، برای اینکه من هم نیم ساعت یا یک ساعت زیر اون سقفی نفس کشیدم که شما نفس کشیدید. نویسان این مملکت تو این فیلمنامه نظر دادن و حرف دادن، اسمشون دوست نداشتن باشه. شخصیت زشت هفته پارازیت با بی‌فرهنگی هرچی تمام‌تر فکر میکنه میشه با پاچه‌خواری و لات‌بازی تو ایران کار فرهنگی کرد. ولی این من به شما میگم، شما خجالت نکشید بچه‌تون میگه این آدم تو این فیلمنامه بوده، باز اینکه حرفش درسته. شما به اون اگر اسم اون بود شما انتقاد نمی‌کردید، مطمئن باشید. این چهره محمد رضا شریفی نیا، یکی از زشت ترین شخصیت هایی که پارازیت تا کنون معرفی کرده. چی رو جدا کردی؟ یا فکر آقای اسکر پارازیت مقابل مثلا ماست و مقابل حکومت؟ من مثلا بنده طرفدار آقای احمدی نژاد میشم، طرفدار آقای حسن تقی نقی. چه حرفایی یعنی چی؟ ما یه روز رفتیم تنویز بدبخت اون گلو شما. محمد رضا شریفی نیا یکی از زشت ترین ای ولید، اما شخصیت زشت این هفته که آقای دون کورلئونه. شما دلالی این همه آدم استایی بودیم تو مملکت هنرمند داریم. من معتقدم به این چیزایی که باید بسیار قوانین تو مملکتون باید اجرا کنم، شما باید اجرا کنید، دیگران اجرا میکنن. برای من که دارم توی مملکت کار میکنم با شما که دارید کار میکنید تفاوت قائل نیستیم هیچ کدوممون. هممون داریم تو همین رژیم و تو همین موقعیت داریم هممون کار میکنیم، داریم تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، به قوانینش هم احترام میذاریم. بعدم کسانی که اهل چند صدایی دموکراسی و این حرفا هستن و اهل اینکه آقا فرهنگ ما از مال شما سره، اینا که دیگه نباید دست به این کارا بزنن. اگه دست به این کارا بزنن یعنی فرهنگی در کار نیست. قیافشو میگیرن، دروغ میگن. خوبه به نظرم لیز کنید. مجموعه فحشایی که اینا به مفهوم خودی و غیر خودی دادن. حالا شما اول که اینا رو بسنجید که مثلا خودی غیر خودی چی، ازم به یک نگاه سیاه و سفید عجیب غریبه. خب پس نشون داد که اینا تا مغز و استخونشون معتقد به خودی و غیر خودی کردنن. هر کی با انگلیس و اسرائیل و آمریکا همسو باشه او خودیه، هر کس مخالف اون باشه میشه غیر خودی. و غیر خودی که باید بهش فحاشی کرد، باید زدش، باید عرضم حضور شما که علیهش بدترین پرونده سازی ها رو کرد و و و و. پایان نامه. اما بشنوید خبری از پروژه جنجالی پایان نامه. موضوع پایان نامه جنگ نرمه.
جر جر منطق منطق 57 زیر تیغ سانسور از بین رفته. در هفته گذشته فیلم پایان نامه به کارگردانی حامد کلاهداری که به جنبش مردم ایران توهین میکنه و حالا با تطمیع میخواد مخاطب رو به ضرب جایزه به سینما بکشونه، با اکثریت آرا به عنوان بدترین محصول رسانه هفته انتخاب شد و جایزه ساندیس زیرک رو از آن خودش کرد که نوش جونشون باشه. سلط داره کلا داری آخه حیبون شاهد روبا چیه دوم به اون تا داشتی نوشته تو شدی کارگردون اول و آخرتون. خدا به داد این جوانا برسه. داریوش ارجمند، داریوش ارجمند رفت به باد، تو آینده نمیگن روحت شد. محمد رضا شریفی نیا، ای کپل بی حیارت شریفی نیا. جمشید هاشمپور، آقای باقالی، جمشید آریا. عکس بازیگرانی که در فیلم پایان نامه بازی کردند، فیلمی که برای توهین به ندا آقا سلطان و ترانه موسوی ساخته شد. چشمات واکن خانم اوتادی، اینا مدرک میشه واسه نسل بعدی. آقای شمقدری قراره یک فیلم حکومتی در مورد ندا بسازه و خانم لیلا اوتادی ظاهراً قراره نقش ندا رو بازی کنه. اعلام این خبر جو بسیار بدی بر علیه این بازیگر به روی اینترنت به راه انداخت و دامنه آن به تهدید و ارعاب عوامل سازنده و سایر دستندرکاران نیز کشیده شد. سیل اعتراضات بچه‌ها به این بازیگر سینما شروع شد. این بار مورد آماج حمله کاربران فیسبوک، توییتر، ویکتوریا و سایر شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. هموطنان ما در فیسبوک به هر حال فعالیت زیادی رو از خودشون نشون دادن و بلافاصله شروع کردن خانم اوتادی رو و صفحه اون رو در فیسبوک مورد حملات خودشون قرار دادن. جنجال این فیلم و تهدید بازیگران و عوامل سازنده به ویژه لیلا اوتادی تا جای پیش رفت که وبسایت وی مورد حمله اپوزیسیون داخلی و حامیان جنبش سبز مردمی قرار گرفت، تا جایی که لیلا اوتادی به طور رسمی خبر حضور در این فیلم را تکذیب کرد. هنرمندان باید بدانند که مردم هرگز از یادشون نمیره اگر دستهای خونالود کودتاچی‌ها رو بفشارند. این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد، اما هیچ گونه اخبار موثقی از منابع رسمی در مورد فیلم تازه حامد کلاهداری و سمت و سوی داستان آن منتشر نشده است. چون آقای مدیری جز و هنرمندانی که رفتن پای رهبر رو بوسیدن نرفته به دیدنش، سریال رو تلویزیون نخرید. 3 میلیارد تومان آقای مدیری مونده با برشکستگی و با فشار مالی ناچار شده حالا بیاد سریالش رو توی مغازه ها بفروشه. این آقایون هنرمند پرور، تاریخ پرور. با من بیچاره بساز. خانومی که تماس میگیری از من میخوای حقایق رو برملا کنم. خواهر من، هموطن من، برادر من، عزیز من، بی ناموز بی شعوری که زنگ میزنه اینجا فحش میدی، هرچی لایق خودت و خانوادت به من میگی. آقای مدیری، من پشتم لرزید، باورم نمیشد انسانی که ادعای هنرمندی داره، ادعای هنر متفاوت داره، این سخنان رو بگه. آقای مهران مدیری میتوانست اعلام بکنه که هموطنان عزیزم، این برنامه ها چند سال پیش ساخته شده بود، من اشتباه کردم، من قصد آزار دادن مردم و آزار دادن عده‌ای از آدمایی که با جون دل زندگیشونو گذاشتن، عمرشونو کف دستشون گرفتن، دارن تلاش میکنن. گفتیم مهران مدیری، این تصاویرم ببینید. جان من، جان من، جان من، سریال قهوه تلخ رو کپی نکنید و کپیش رو هم نخرید. به نام اخلاق، به نام دین، شریعترین فجایع انسانی داره در کشور ما اتفاق میفته. باد ایرانم هست که تازه رسیده، این باد میدون آزادی. 1000 دلار. آقای مهران مدیری دارای شماره پرسنلی در وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی است.
نمیگم شکنجه‌گرها ها. اینا سه تاش 100 دلاره. باد فتح، باد فتح ایرانی، باد فتح پاک آریایی. یعنی به طور ماهانه از وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی حقوق دریافت میکنه. بفرمایید حوری عسل جون. سلام عسل جون. سلام عزیز دلم جونا. ولی در مجموع ادای ما رو در آوردن، ادای نمیدونم حجی جون رو در آوردن. زیاد به نظر من جالب نیست، زمینه که شنیدم آقای شهرام همایون هم دیگه خداحافظی کردن، غر کردن برای یه مدتی و گفتن که نمیام. من امیدوارم که زودتر سر کارشون دوباره بیان. و اونقدر از حادثه‌ای که پیش آمده سرگیجه دارم که به سختی میتونم تمرکز داشته باشم. اگر علیرضا پهلوی خودکشی کرد، من شهامتش رو ندارم. با شما و با این دوربین خداحافظی میکنم. شخصیت بعد هفته کریم باقری، فرهاد مجیدی، وحید طالبلو، محمود خردبین، غلامرضا رضایی، محمد نوری و مجتبی جباری، چرا که به هر دلیلی. حسین رضا زاده، دریتر فزوخ 263.5 کیلوگرم، ویلترکورد فزوخ. Werte ein, klingt sehr kompliziert, ist es auch. Looks better than he did in his first attempt at it. This is where he wasn't able to finish the lift the last time. But he got that one. The strongest man in the world, and he's telling you about it. این آقای رضازاده وقتی که اونجا میفرمایند که یا ابوالفضل، این دوپینگ مذهبی حساب میشه، این یه دراگ عقیدتی حساب میشه. البته داورا نمیفهمن، ولی ما باید حواسمون باشه، انصاف رعایت کنیم که ایشون دوپینگ کرد. شخصیت بعد هفته همه بازیکنانی که رفتند به بازی احمدی نژاد و مورالس، خصوصا کسی که پاس گل به احمدی نژاد داد و مخصوصا وحید طالبلو، چون از احمدی نژاد گل خورد. سوراخ از احمدی نژاد دادن گل میخوره آخه، آبروی ما رو بردی. آقای حسین رضازاده رو داریم، مرزبردار سنگین وزن جمهوری اسلامی. کسب این مدال طلا و دو تا نقره و یک برنز را به همه مردم ایران تبریک عرض میکنم، به خصوص خدمت مقام معظم رهبری. اینم بهش لقب جهان پهلوان دادن، ولی این لقب جهان پهلوان لقب دولتیه بهش دادن، لقب مردم نی. آقای رضازاده، من پای تلویزیون بودم، دیدم، احساس کردم که تو این کشور الان احساسات جوونا و مردم و میلیون ها آدم در چه وضعیه، و حقیقتا دیدم قلبا متشکرم از این جوون. یکی از ورزشکاران ما که در خارج از کشور، در کشور فرانسه زندگی میکنه، خانم ارغوان رضایی، در تنیس به موفقیت بزرگی دست پیدا کرد. در برخی از خبرگزاری های ایران اخباری مبنی بر این بود که ارغوان رضایی پذیرفته به ایران بیاد با حجاب اسلامی در مسابقاتی برای ایران بازی کنه. از نظر حرفه‌ای و ورزشی آیا این عمل امکان پذیره؟ بعد از این مسابقات ارغوان دیگه شروع کرد و رفت ایران و اونجا مصاحبه کرد و به هر حال یه گله هایی ازش بود. اما مادر ارغوان او رو به تهران میبره، به خصوص در زمان انتخابات ریاست جمهوری. چی خوب گریه میکنه؟ ایشون خیلی زمان بود که بخواستم با آقای دکتر احمدی نژاد صحبت کنم. چی به آقای احمدی نژاد هدیه دادی؟ دو تا راکت تنیس. آقای احمدی نژاد شما دوست دارید؟ بله خیلی. چون که گفتم به تمام جهان قدرت ایران رو نشون داده و واقعا من افتخار میکنم. ارغوان جان، یه سوال کوچیک ازت دارم. اگه در فرانسه نبودی به اینجا میتونستی برسی؟ مدال طلای قهرمانی جهان خود را تقدیم همگی ایثارگران ایران اسلامی، شهیدان گلگون کفن و نماینده واقعی ملت جناب آقای دکتر احمدی نژاد تقدیم می نمایم. امیدوارم بتوانم سرباز وفادار ایران بزرگ و ولایت باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اول سلام میکنم خدمت مردم عزیزم. من قدرت آقای احمدی نژاد رو تو مناظره هاش دیدم.
که اسمشو گذاشتن جنبش سبز، به خاطر اینکه نیروی اجتماعی واقعی در ایران امروز نداره، خودشو بر دو چیز سوار کرده، یکی توهم، یکی نفرت. از این تغذیه میکنه، چیزی که بتواند اون توهم رو مخدوش بکنه، اینها دشمن تلقیش میکنه. هر چیزی بتونه اون نفرت رو کم رنگ بکنه، باز اینها دشمن تلقیش میکنه. شاید یه دلیل نفرت اینو از اخراجی ها اینه. دوپینگ هم کار پهلوانا نیست. از نتایجش هم اینه که بنیه طرف رو نابود میکنه. حتی اگر پیروز هم بشه مثلا توی چند تا آوردگاه مثلا دوپینگ کنه، ولی عاقبت نداره دوپینگ. دوپینگ عاقبت نداره.